به نام خدا و به عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. رئیس جمهور امریکا در بیانیه سالانش در کنگرس این کشور گفت که ماموریت نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تا اواخر سال روان میلادی پایان می‌یابد. اوباما در همین حال تاکید کرد اگر موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن امضا شود، در آن صورت شمار اندکی از سربازان امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما ماموریت آنان تغییر خواهد کرد. انتظارها برای سخنرانی سالانه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به کنگرس این کشور پایان یافت. اوباما رئیس جمهور امریکا ساعتی پیش در بیانیه سالانه اش به کنگرس این کشور اعلام کرد که ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان تا آخر سال روان میلادی پایان می‌یابد و جنگ دراز مدت امریکا در افغانستان سرانجام تمام خواهد شد. ما یک جا با متحدان خود ماموریت های خود را در آخر امسال در افغانستان پایان خواهیم داد و جنگ درازمدت امریکا بالاخره تمام خواهد شد. بیانیه سالانه باراک اوباما برای حکومت و شهروندان افغانستان مهم دانسته می شد، زیرا جنجال بر سر امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن هنوز هم پایان نیافته است. موافقتنامه ای که امضای آن برای ناتو و امریکا و هم برای افغانستان با اهمیت دانسته می شود. اوباما در همین حال تاکید کرد در صورتی که موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن امضا شود، شمار اندکی از نیروهای امریکایی و ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. اگر توافقنامه امنیتی امضا شود، شمار اندکی از سربازان امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. آن هم نقششان در دو مورد خواهد بود: یکی آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و دوم انجام عملیات بر ضد حراس افغانی، القاعده و دیگر گروه های افراطی. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت روابط امریکا با افغانستان تغییر خواهد کرد، اما این تغییر به این معنا نیست که شهروندان امریکا بار دیگر از سوی حراس افغانان مورد حمله قرار گیرند. اوباما با آنکه از حرس افغانی به عنوان یک خطر یاد کرد، اما افزود تا زمانی که نیاز جدی نباشد جان سربازانش را با خطر روبرو نخواهد کرد. انفجاری در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل 3 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید این انفجار ناشی از یک سرگلوله‌ای بوده است که در میان مواد سوخت جاسازی شده بود. با گفته پلیس بامداد امروز هنگامی که یک خانواده در ساحه گلخانه چارقلعه چاردهی شهر کابل از مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌شان استفاده کردند، این سرگلوله منفجر شده و از اثر آن یک بانو، یک پسر جوان و یک کودک کشته و 2 تن دیگر مشمول پدر این خانواده زخم برداشتند. فرماندهی پلیس کابل همچنان از کشته شدن یک تن در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل خبر داد. با گفته پلیس این فرد که رستم نام داشت و با آزار و اذیت مردم می پرداخت، شب گذشته در درگیری با پلیس جنایی کشته شد. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که ممکن است گفتگوهای صلح با حکومت آینده افغانستان به نتیجه برسد. وی که در سفارت پاکستان در امریکا صحبت کرده، گفته است خود افغانها باید خلای امنیتی را که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در این کشور به میان می آید پر کنند، نه دیگر کشورها. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس.